فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده، راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من سفیدی که زد میرم، مثل همیشه که سفیدی زده رفتم. انقدر مردا از روم رد شدن که اگه یک کدومشون رو یه دفعه دیگه ببینم نمیشناسم. شما دوتام روش، دنیا که آخرش نیست. من سفیدی که زد میرم. نه، شبگرد مرد لالیه که خواننده کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش‌هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. من دست بلند کنم. نه، میذارم مردم بیان. دست خودت بدی ولش کن. که ساختم خودم میشکنم. دیگه کارت تمومه. برادر من وقتی هست ایش وقت روی خوش از زندگی ندیدم. هر وقت بکردم که دارم خوشبخت میشم یه بلایی سرم اومده. خدایا من تو کی باز بدبخت باشم؟ تو کی؟ همه بدبختی من باز اینی که یه مرد باره سرم نیست. بیچورگیم واسه اینی که یه مرد باش زیبان من نیست. تو هم مثل این که مرد نیستی. مام ابا 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 ابا
چرا معطلی؟ از خدا میخوام تو از همه دنیا باز من مهمتری، شرف تو به تمام دنیا میارزه. من یه موی تو رو به همه یه تو میدم، اصلا من تو با هم یکی. فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت هتک حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. عزیز تو این نصرت، لیلا دیگه واسه همیشه اومده پیش ما. منو به کنیزیت قبول میکنی مادر؟ به منت دخترم، با دل و جونم، ولی شما ها کجا بودی؟ سر صورتت چی شده؟ ازم دعوا کردم. تو که دیگه باز عادت کرده باشی. این درب دریای تو کی تموم میشه مادر؟ این چشم انتظاریای من کی تموم میشه مادر؟ این چند روزه به تو چی گذشته؟ اون آدمی که اون شب اومده بود کی بود؟ آقا سلیمونو کی کشته؟ دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دار و دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میگینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این سه نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ازتون یه دعوتی بکنم، اگه دعوت منو قبول کنید خیلی خوشحال میشم. چه دعوتی؟ همین شب جمعه جشن تولد منه، میای؟ برای چی من؟ خب مگه دیگران برای چی میان؟ تازه مگه تو کتاب ننوشته که آدم ها همه به هم بستگی دارن؟ چرا؟ خب پس هرچی که من میگم باید قبول کنی. رسیدیم، من دیگه باید برم. اون دختره دیگه کیه؟ من چه میدونم؟ پس میاد؟ حتما. خب خداحافظ. خداحافظ. بیدادی سلام. سلام. کجا بودی؟ چیزه رفته بودم، همین دوره برا بودم. اون دختره کی بود؟ دختره؟ آره دختره. نمیشناسمش. کی نمیشناسیش؟ خب اینجا چی کار داشت؟ هیچی، من همینطوری دیدمش. بله معلومه. ننه جون اینجا خوبیت نداره با دخترهای شهری رفت آمد کنی، اینا که هیچی سرشون نمیشه، یه هو پاپیچ آدم میشن و آدمو به روز سیاه میشونن. مادر جون باید چشم و گوشتو واز کنی. من از تنهایی وحشت دارم، تنها بودنم.